تحولی در نقاشی رخ داده بود و شیوه جدیدی در ترسیم خطوط و نقش ها به وجود اومده بود. در این بین واکسل، منتقد معروف، در حال درک این شیوه جدید بود. اون فکر میکرد که این شیوه به معنی مکعب‌ها و سطح‌هاست و به همین دلیل واژه کیوب رو برای تفسیرشون استفاده کرد. واژه‌ای که برای همیشه روی این سبک باقی موند و این مکتب هنری به این نام شناخته شد. مکتب هنری کوبیسم. امروزه بسیاری از منتقدان سبک‌های هنری بر این باورن که واژه کوبیسم برای کاری که ژرژ براک و پابلو پیکاسو در نقاشی انجام دادن عبارتیه که بسیار بد انتخاب شده، چرا که این مکتب هنری ماجرای مکعب‌ها نیست. اما در هر حال واژه کوبیسم در فرهنگ لغات جای گرفته و قابل تغییر هم نیست. کوبیسم در فاصله سالهای 1907 تا 1908 به عنوان سبکی جدی در نقاشی و تا حد محدودتری در مجسمه‌سازی ظهور کرد. این سبک اونقدر اهمیت داره که از نقاط عطف هنر غرب به شمار میاد. تاریخ دقیق اولین ردپای کوبیسم در هنر همیشه موضوع بحث و مناقشه بین مورخان هنر بوده. برخی آغاز پیدایش اون رو تابلوهای پیکاسو میدونن. برخی هم بر این باورن که آثار پائول سزان، هنرمند فرانسوی، روی پیکاسو و براک تأثیر گذاشته و این تأثیر مهمترین عامل شکلگیری کوبیسم بوده. سزان پیش از مرگش در سال 1906 در تابلوهاش به طور فزاینده‌ای به ساده کردن اشکال می‌پرداخت. علاوه بر این، سزان برای اولین بار شیوه‌ای رو در نقاشی خلق کرد که مورخان هنر اون رو پاساژ به معنی گذرگاه نامگذاری کردند. در این شیوه گاهی قسمت‌هایی از تابلو بدون رنگ رها می‌شد. مثلا حد فاصله بین دو کوه خالی می‌موند. چنین نوآوری‌هایی از دو جهت برای کوبیست‌ها اهمیت داشت. اول اینکه چنین شیوهی برداشت‌های عمومی از قانون‌های فیزیک رو به چالش می‌کشید و دوم اینکه هنرمندان رو تشویق می‌کرد تا دیدشون رو نسبت به نقاشی تغییر بدن و اون رو به عنوان برداشتی آزاد از جهان بدونن، برداشتی که دارای هویت و منطق درونی مستقلیه. بعد از اون بود که پیکاسو و براک تحت تأثیر شیوه سزان در نقاشی آثاری رو آفریدن و در سال 1908 در نمایشگاهی در پاریس اونها رو در معرض دید عموم قرار دادن. این نمایشگاه با اعتراضات گسترده منتقدین روبرو شد و همونطور که گفتیم در بازدید از همین آثار بود که منتقد معروف لوئیس واکسل در تمسخر این سبک نو واژه کوبیسم رو که از کیوب به معنای مکعب گرفته شده به اون نسبت داد. کوبیست ها پرسپکتیو رو در نقاشی هاشون رعایت نمی کردن. اونها تلاش می کردن تا کلیت یک پدیده رو در آن واحد در یک سطح دو بعدی عرضه کنن. جالب اینه که کوبیسم از این جهت مدعی رئالیسم بود، ولی نه رئالیسم بصری و امپرسیونیستی، بلکه رئالیسم مفهومی. اونها همچنین در تلاش بودن تا ذهنیتشون رو از اشیا و موجودات به صورت اشکال هندسی بیان کنن. کوبیست ها در نقاشی هاشون اشیا رو از چند زاویه مختلف نگاه می‌کردن و در آن واحد تمامی اون زوایا رو در نقاشیشون می‌کشیدن. برای ساده‌تر شدن فهم کوبیسم همین واژه انگلیسی کوبیسم رو در نظر بگیرین. اگه از بالا به این واژه نگاه کنیم اینطوری دیده میشه. اگه از پایین به این واژه نگاه کنیم شکل واژه تغییر می‌کنه و اینطوری دیده میشه. حالا مقداری روی تصویری که از زاویه بالا به دست آوردیم کار می‌کنیم و بخش‌هایی از اون رو برش می‌دیم. تصویر به دست اومده به این شکل میشه. حالا به زاویه دید دوم یعنی نگاه از پایین می‌ریم و اون رو هم برش می‌دیم، طوری که بتونیم بخش‌هایی از جاهای خالی طرح اول رو باهاش پر کنیم. حالا به زاویه دید روبرو می‌ریم و قسمت‌های باقی مونده طرح رو هم با اون پر می‌کنیم. طرحی که به دست میاریم اینه. یک طرح ساده به شیوه کوبیسم. کوبیسم در واقع با زندگی احساسی و عاطفی میونه‌ای نداره. در کوبیسم تکنیک‌ها و سبک‌های رایج و معمول نقاشی و خطوط موزون دیده نمیشه. زمان و مکان خاصی هم در نقاشی‌های کوبیسمی مد نظر نیست. یکی از جذابیت‌های برخی از آثار کوبیسم نمایش چند وجهی از یک نماست، طوری که از هر طرف اون رو نگاه کنیم یک شکل مشخص رو می‌بینیم.
کوبیسم در واقع تلفیقی از همه چیز و نوعی نگاه متفاوته. در کوبیسم نقاش شکل واقعی اشیا رو میشکنه و اونها رو با هم ادغام میکنه تا شکل جدیدی بسازه و نوعی از ابهام رو برای بیننده ایجاد میکنه. در واقع ایجاد ابهام در ذهن بیننده رو میشه به عنوان برجسته ترین ویژگی کوبیسم به حساب آورد. کوبیسم حتی در درون خودش هم به نوآوری پرداخته. به عنوان نمونه در سال 1912 پیکاسو با ابداع شیوه نوینی به نام کولاژ دومین مرحله از کوبیسم را آغاز کرد. در این مرحله اصول زیبایی شناسی کوبیسم کامل تر شد. کولاژ که واژه‌ای فرانسویه به معنای تکه چسبانیه و به چسبوندن تکه‌ای کاغذ یا پارچه روی نقاشی گفته میشه. تأکید در این اسلوب بیشتر بر مادیت اشیا و رد شگردهای وهم‌آفرین در روش‌های نقاشی‌های قبلی بود. پیکاسو در تابلوی برای نشون دادن حصیر یک تکه پارچه روغنی رو به نقاشیش چسبوند و سه حرف جی او و یو رو با حروف چاپی به نقاشیش اضافه کرد. این عمل بسیار جنجال برانگیز بود، چرا که تا اون زمان تنها اسباب نقاشی بر روی بوم رنگ بود و با این ایده چسب و قیچی و پارچه هم به اون اضافه شد و از نظر منتقدان چندان هم خوشایند به نظر نمی رسید. در واقع تکنیک کولاژ درهای بسته نقاشی رو به روی اشیا و اجناس به ظاهر بی اهمیت باز کرد و به نوعی به اونها ارزش هنری بخشید. به جز جورج براک و پابلو پیکاسو که به عنوان آفرینندگان این سبک شناخته میشن، خوان گریس به طور خاص بعد از این دو در قالب کوبیسم ترکیبی آثار قابل توجهی رو خلق کرد. به عنوان حسن ختام برنامه هم اثر دیگه ای از خوان گریس رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این اثر خوان گریس پورتره پابلو پیکاسو، یکی از بنیانگذاران مکتب کوبیسم رو با رنگ روغن روی بوم کشیده.